شما. نیما کوکاوند هستم از مؤسسه فرهنگی هنری دوردون. با آموزش ساز تنبک در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و با جلسه اول این ساز شروع میکنیم. از دوستان عزیزم در مؤسسه فرهنگی هنری دوردون تشکر میکنم که این شرایط رو برای ما فراهم ساختن تا بتونیم که این ساز رو به شما آموزش بدیم. قبل از شروع جلسه اول یه توضیح مختصری راجع به ساز تنبک بهتون بدم. ساز تنبک یک ساز کوبه‌ای ایرانیه. پوستی و از نظر سازشناسی ساز جامی شکل حساب میشه. از نظر تاریخی ساز تنبک به پیش از اسلام برمیگرده و نام پهلوی داره. دوستان ناظرین من، قبل از شروع جلسه اول یه توضیح مختصری راجع به سبک آموزشی خودمون بهتون بدم. همینطور که میدونید نواختن ساز تنبک به روش‌ها و مکتب‌های مختلف، ولی ما روش استاد زنده‌یاد امیرناصر افتتاح رو انتخاب کردیم که بهتون توضیح بدیم. همینطور استاد تهرانی و استاد رجبی مکتب‌هایی هستن که دوستان عزیز تدریس می‌کنن و ما هم ان‌شاءالله تو پکیج‌های دیگه در آینده اینا رو به شما توضیح خواهیم داد. پس ما برای شروع به روش زنده‌یاد امیرناصر افتتاح شروع می‌کنیم. همینطور که طبق اسم مشخصه، جلد اول کتاب امیرناصر افتتاح متد آموزشی ماست و دوستان ناظرین من در آموزشگاه تمام تلاششون رو کردن که به صورت PDF برای شما آماده کنن و در سایت قرار بدن. پس ما با جلد اول استاد امیرناصر افتتاح شروع میکنیم و همینطور جلد دوم رو در این پکیج داریم و بعدش سعی میکنیم که با سازهای ملودیک و گوش دادن به موسیقی های مختلف بتونیم باهاشون ساز تنبک بزنیم. پس ما توی این پکیج مرور میکنیم، با جلد اول و مقدماتی شروع میکنیم، جلد دوم کامل ترش میکنیم و بعدش با سازهای ملودیک ساز میزنیم و تمام نکته هایی که در این ساز تنبک هستش رو به شما توضیح خواهیم داد. دوستان قبل از شروع جلسه اول چند تا نکته رو میگم یادتون باشه. اول اینکه PDFی که توی سایت قرار داده شده سعی کنید پرینت بگیرید و با پرینت اون تمرین کنید. خب راندمانتون هم قطعا بالا میره. دومی که با متد تمرینی ما تمرین کنید، یعنی سعی کنید که اون چیزی که ما میگیم بهتون، اون تعداد ساعتی که در هفته بهتون میگیم رو تمرین کنید، نه بیشتر نه کمتر، نه عجله داشته باشید و جلو جلو برید و نه اینکه خدای نکرده تنبلی کنید و تمرین نکنید. امیدوارم که در این راه کنار هم دیگه بتونیم خیلی چیزها یاد بگیریم و استفاده کنیم ازش و امیدوارم که در این راه موفق باشید. میریم واسه جلسه اول. خب هنرجوی محترم، برای شروع قبل از اینکه راجع به ساز تخصصی خودمون شروع کنیم به توضیح دادن، قبلش نیاز داریم که یک سری مسائل تئوری رو با هم دیگه کار کنیم. این مسائل تئوری راجع به همه سازاست، راجع به موسیقی کلا، نه راجع به مختص ساز تنبک. پس دقت کنید روی این موضوعات که ما برای شما توضیح بدیم و بعدش انشالله میریم راجع به ساز تخصصی خودمون صحبت میکنیم. موسیقی به دو بخش تقسیم میشه: صدا، زمان. صدا به اصطلاح همون ملودی، زمان به اصطلاح همون ریتم. وقتی توی یه قطعه موسیقی ما صدا و زمان یا همون ملودی و ریتم داریم، یه قطعه موسیقی شکل میگیره. توی سازهای کوبه‌ای، تنبک و سازهای دیگه، توی کوبه‌ای یا فقط بچه ها صدا و ملودی رو نداریم، فقط زمان و ریتم داریم. پس ما با زمان و ریتم کار داریم. به اصطلاح توی نواختن یک قطعه موسیقی سازهای ملودیک کار صدا رو انجام میدن و سازهای کوبه‌ای کار ریتم رو انجام میدن که اینها کنار همدیگه یک قطعه موسیقی رو تشکیل میدن. پس چی شد؟ موسیقی به دو بخش تقسیم میشه کلا: صدا، ملودی، زمان، ریتم. قبل از اینکه شروع کنم راجع به این دوتا مسئله صحبت کنم، ما باید راجع به نوت صحبت کنیم. نوت به اصطلاح یه نشونه است، یه نشونه ای که بشه باهاش یه قطعه موسیقی رو اجرا کرد. تو همه سازها هم مشترک این قضیه. تعریفش میشه نشانه ای که به وسیله آن ارزش زمانی یا همون کشش صداها مشخص میشه. پس نشانه ای که به وسیله آن ارزش زمانی یا همون کشش صداها مشخص میشه. بچه روی موضوع دقت کنید. پس تعریف نوتو ما به شما گفتیم. بعدش باید راجع به ریتم صحبت کنیم. ریتم میشه تکرار پی در پی یک حرکت پایدار در زمان مشخص. مثال وقتی شما یک کاریو با زمان مشخص، کشش زمانی مشخص انجام بدی، شما داری ریتم
مینوازی یا انجام میدی. مثال مثلا ضربان قلب آدم یا تیک تاک ساعت، با زمان مشخص یه کار تکراری داره انجام میده، اون یه ریتمه، ضربان قلب یه نوع ریتمه. پس دقت داشته باشید که تکرار پی در پی یک حرکت پایدار در زمان مشخص رو ریتم بهش میگن. حالا نوت ها که بهش گفتیم نشانه است و به عنوان نشانه استفاده میشه، چه شکلیه و چه اسمهایی داره؟ اگه سوالی هم الان براتون اینجا شد، توی ادامه جلسه اول واسه تون پاسخ داده میشه، پس عجله نکن. الان شاید بپرسید که مثلا با نوت حالا تعریفش شنیدیم، این اشکال چیه یا این شکل و اسم چیه، اینا براتون توضیح میدیم. فقط الان یه نوع معرفی داریم که بچه ها نوت ها این شیشتا هستن، یه سفید تو خالی که به اصطلاح شبیه صفر میمونه و بیزی شکله به اسم گرده، این نوت سفیده، همون نوت تو پرش میشه سیاه، همون نوت وقتی پرچم داشته باشه میشه چنگ، دو تا پرچم دو لا چنگ، سه تا پرچم سه لا چنگ. یه بار دیگه، گرد، سفید، سیاه، چنگ، دو لا چنگ، سه لا چنگ. ما با اینا کار داریم، اینا اسمش. حالا ما به عنوان مثال نوت چنگ رو آوردیم بیرون که بگیم خود نوت از چی تشکیل شده. این خطی که بالای نوت قرار داره به اسم پرچمه، خط صاف دنباله نوت و گردی توپر پایینش سر نوت. پس پرچم، دنباله نوت، سر نوت. بچه ها این توضیحات رو دقت داشته باشید. میریم برای ادامه. دوستان همونطور که معرفی کردیم نوت ها رو و گفتیم گرد، سفید، چنگ، سیاه، دلا چنگ، سلا چنگ، ببینیم که اینا چجوری، یعنی در جدول زمانی کششیشون چجوریه. جدول زمانی کششیشون یعنی هر کدوم به ارزش زمانی خودشون هستن. به طور مثال نوت گرد ارزش زمانیش اگه به دو قسمت تقسیمش کنیم میشه دو تا سفید. پس اگه دو تا سفید رو با هم دیگه داشته باشیم ارزششون میشه یه دونه گرد. مثلا اگه این 1000 تومن باشه این دو تا میشه دو تا 500 تومن و به حالت تکثیر سلولی داره و باینری جدولش. ببینید نوت گرد میشه دو تا سفید، هر سفید میشه دو تا سیاه، پس هر گرد میشه 4 تا سیاه. یه بار دیگه، هر گرد دو تا سفید، هر سفید دو تا سیاه و هر گرد میشه 4 تا سیاه، هر سیاه دو تا چنگ، هر چنگ دو تا دلا چنگ و هر دلا چنگ دو تا سلا چنگ. اگه ما گرد و یک در نظر بگیریم سفید میشه 1/2، سیاه میشه 1/4، چنگ میشه 1/8، یعنی هر گرد 8 تا چنگ، هر گرد 16 تا دلاچنگ داره، هر گرد 32 تا سلاچنگ داره. پس تا اینجا حواست روشه. الان میدونم خیلی تو ذهنتون سوال پیش اومده که اصلا اینا چجوریه فلان. اینا به خاطر اینکه تو جزوه بتونید از روی نوت ساز بزنید و اینا رو باید بلد بشید کلن در عرصه موسیقی که میخواهید فعالیت کنید. اینا رو توضیح دادیم بهتون. حالا پیش میریم و متوجه داستان میشید که ارزش زمانی منظورمون چی. نکته دیگه ای که هستش بچه ها، ببینید توی جزواتتون اگه دو تا سیاه کنار هم دیگه قرار بگیرن همین شکلی میشه، اما اگه دو تا چنگ کنار هم دیگه قرار بگیرن این شکلی خطشون به هم وصل میشه. دو تا دلا چنگ، دو تا سلا چنگ وقتی کنار هم دیگه قرار بگیرن شکل ظاهرشون این شکلی میشه. یه چنگ و یه دلا چنگ شکل ظاهرش این شکلی میشه. بچه این نکته ها رو حواستون باشه. پس این جدول باینری جدول زمانی کششی نوت هاست و اینم که نحوه شکل دادن اون نوت بر روی جزواتتون. این دوتا نکته هم داشته باشید که بریم برای ادامه.